یه دونه کتاب معرفی کردم، گفتم بعد این درس تموم بشه شما فصل اولشو بتونی بخونی. این درس رو من دارم میدم که شما فصل اول اون کتاب و مقدمه برای اون فصل اول کتاب پیش نیاز اونه. امپرسیونیسم اولین جنبش هنری بود که هنرمند زن شناخته شده و مشهور داره، یعنی یه جوری هنرمندهای خانوم رو زیر پرچم خودش جمع کرد. برت موریسو و ماریو کاسات دوتا از مشهورتریناشن. حالا توی ادبیات ما نویسنده موفق قبل از این داشتیم، جین آستین نویسنده موفقی قبل از این، اما توی نقاشی به موفقیت و شهرت برت موریسو و ماریو کاسات نداشتیم قبل از این. ولی همین زنها هم که توی امپرسیونیسم شناخته شدن محدودیت‌های ناگفته زیادی داشتن، محدودیت‌هایی که خب در ظاهر به نظر براشون محدودیت به وجود نمی آورد اما واقعا بود، محدودیت‌هایی که هم از طرف جامعه و هم از طریق جنسیتشون بهشون تحمیل می شد. ساده ترینش هم موضوعاتیه که سراغش می رفتن. اینا نمی تونستن برن سراغ موضوعات امپرسیونیست ها، در واقع موضوعاتی که مردها به سراغش می رفتن. از سالن های طراحی با کلاس فقط صحبت نمی کنیم، بارها، کافه ها، فاحشه خونه ها، حتی اینا موضوعات نقاش های امپرسیونیست رو شکل می دادن و این دو نفر نمی تونستن اینجور جا رفت آمد کنن. به خاطر همین جنسیتشون براشون محدودیت درست می کرد باز هم. اما علی‌رغم همه اینها کارهای درخشانی رو ساختن. برت موریسو با مانه رابطه دوستانه و نزدیکی داشت. این پورتری هم که از موریسو دارید می بینید کار مانه است. تحت تأثیر مانه هم بوده، این مشاهده دقیق توی کارهاش تحت تأثیر مانه بوده. مادر و خواهر خودشن توی این تابلو و ناچار بودن موضوعاتی رو انتخاب کنن که در دسترسشونه و خانواده درجه یکشون فقط در دسترسشون بوده. پس موضوعاتی که اینا نقاشی کردن، مدل‌هایی که داشتن بیشتر خانواده درجه یکشونه. ماریو کاسات هم همینطور، با ادگار دگا خیلی به دبستون هنری داشتن، دوست بودن و تحت تأثیر دگاست این دقت دید و ترکیب بندی های عکاسانه فیگورهای غیر رسمی تأثیرهایی که از دگا گرفته. شانسی که برت موریسو و کاسات داشتن اینه که مجبور نبودن به خاطر پول کار کنن. خانواده ثروتمندی بودن، کاسات که توی آمریکا اصلا جز خانواده های متمول بودن خانوادهش، و اینها به خاطر پول کار نمی کردن، یعنی وابسته نبوده به پول کارشون. ثروتمند بودن، می تونستن واسه خودشون کار کنن و این هم خیلی کمک کرد که بتونن جا بندازن نقاشی های خودشون. ولی خب خیلی از اون فضای امپرسیونیستی دهه 70 و 80 کاراشون فاصله نمیگیره. درسته کاراشون زیبا هست، ویژگی‌های منحصر به فردی هم داره، ولی تو فضای کار همون امپرسیونیست‌هایی مثل دگا و مانه همون هول و هوش کارهاشون با همون مزامین و مفاهیم و فرم‌ها شکل گرفته. ولی بریم سراغ دو تا آدم مهم، جورج سورا و پل سزان، که کلن همه اینا رو گفتیم که برسیم به پل سزان. میخوایم راجب سزان صحبت کنیم و قبلش راجب جورج سورا. معمولاً جورج سورا و سزان رو کنار هم قرار نمیدن، اما به نظر من دو تا ویژگی مشترک دارن که میتونه این دوتا رو کنار هم قرار بده. اولیش پذیرش بی قید و شرط ایده ناتورالیستیه، تسلیم محض در برابر طبیعتن. یه برخورد منفعلانه ای اصلا با طبیعت دارن. و دومیشم هر دوشون خودشون رو تو بازگشت به یه نوع کلاسیسیزم پیدا میکنن،
یعنی یک کم از امپرسیونیست ها فاصله میگیرن و دوباره برمیگردن به سنت های کلاسیک، نقاشی کلاسیک. جفتشون هم پوسن رو ستایش میکنن. یه فر از پوسن ببینیم چی رو ستایش میکنن. نیکولا پوسن، رقص با موسیقی زمان. همونطور که میبینید کار نمادینه. زمان به شکل یه پیرمرد اینجا نشسته داره مینوازه و چهار نفر دست در دست هم میچرخن، میرقصن. حالا میتونه نمادی از فصلها باشه، میتونه نمادی از احساساتی باشه که انسان‌ها تجربه میکنن یا تجربیاتی که در زندگی از سر میگذرونن و با گذشت زمان اتفاق میفته. هم سزان هم سورا پوسن رو خیلی تحسین میکردن. رنوار ولی خیلی با کارهای سورا حال نمیکرده، خیلی دوست نداشته کارهای سورا رو. این یکی از کارهای سوراست. بعد از ظهر یک شنبه در جزیره گرند ژانت. جان چی شده؟ خب حالا میگه میرسیم به اونجا چرا اینجوریه، میرسیم به اونجا چرا اینجوریه. خیلی خیلی کارهای سورا رو دوست نداشته رنوار. میگفته خشک و مکانیکی هن کارهاش، مثل ربات هن. ولی سورا از رنوار خیلی الهام میگرفته، به خصوص توی پرداختن به موضوعات زندگی روزمره طبقه متوسط. رنوار هم توی مولان دلاگالت نشون میداد اونو دیگه. یادتونه نقاشی رو؟ بذاریم پیداش کنم. توی این موضوع همونه، درسته؟ زندگی طبقه متوسط. حالا این طبقه متوسطی که سورا کشیده آدمایی هن که تفریحاتشون تفریحات معمولی ساحل رودخانه سنه. منتها سورا روش خاصی واسه نقاشیش داشته که بهش میگن پوینتیلیزم و دیویژنیزم. ابعاد تابلو رو دقت بکنین، 207 در 308، 2 متر در 3 متر. این تابلو رو منطقه بندی میکرده، میگن شبکه بندی میکرده، گرید میذاشته واسهش، دیویژنیزم. و بر اساس یافته های جدید علمی که اون موقع به دست اومده بوده راجب رنگ، که راجبش تو جلسه رنگا صحبت کردم، گفتم دو تا نقطه میتونن اینقدر به هم نزدیک بشن که شما اینو یه دونه ببینی، که اون فاصله حدود 25 میلیمتره. خب حالا این دو تا نقطه اگه دو تا رنگ متفاوت داشته باشن چی؟ رنگش کجا؟ رنگ جدید کجا به وجود میاد؟ تو مغز ما. اینا دو تا رنگ جدان، درسته؟ منتها کنار هم که میذاری توی ذهن ما ترکیب میشه، توی چشم ما ترکیب میشه. اینا یافته های جدیدی بود اون موقع که بینایی رنگ رو چجوری درک میکنه. سورا هم همین کار رو میکرد. به جای اینکه رنگا رو رو پالتش ترکیب بکنه، رنگای خالص رو به صورت نقطه های کنار هم استفاده میکرد. یعنی پوینتیلیزم. کنار هم میذاشت با این فرض که بیننده در یک فاصله مناسبی با تابلو قرار داشته باشه، این رنگ ها توی چشمش ترکیب میشن و کار درخشانتر و شفافتر به نظر میرسه نسبت به این که شما توی پالت ترکیب بکنی. کامی پیسارو خیلی به سورا علاقه داشته، سبک نقاشیش هم تغییر میده، میاد مثل سورا نقاشی میکشه. بعد از 1886 که امپرسیونیست ها از هم جدا میشن به وساطت پیسارو، کار سورا و چند تا از شاگرداش توی نمایشگاه امپرسیونیست ها، آخرین نمایشگاهشون هشتمی اگه اشتباه نکنم، پذیرفته میشه و کارشون رو به نمایش میذارن. فیگورهاش یه ذره مانیومنتال هم. مانیومنت یعنی یادبود، بنای یادبود، مجسمه یادبود. فیگورهاش خیلی مانیومنتال هم. ولی خب توی سبک خودش جور در میان، در واقع یه جوری استیلیزه شدن، توی سبک خودش قاطی شدن، قاطی این سبک سورا شدن. به همین چیزاش هم رنوار انتقاد میکرد دیگه، رنوار به همین چیزها انتقاد میکرد. ترکیب بندی های سورا برنامه ریزی شده ناتورالیستی هن.
یعنی برنامه ریزی و ترکیب بندی رو جوری میچیده که ناتورالیستی باشند. به این فکر میکرده و روش اصرار داشته. یه بازگشتی هم که گفتم به سنت کلاسیک داشته توی این نقاشی و کشیدن این فیگورهاش معلومه. فیگورهایی که توی این کار هست خیلی وامدار نقاشی کلاسیکه و سورا هم یه بازگشتی به سنت کلاسیک داشته. تو فیگورهاش و ایستایی فیگورهاش حتی از نقش برجسته های مصری هم یه تأثیراتی گرفته. اینکه فیگورها رو همیشه از نیمرخ به ما نشون میده، به خصوص توی این کار قبلی، توی این داره فیگورها رو اون شکلی نشون میده، بیشترشون رو تأثیرات نقش برجسته های مصریه. از یونان و روم هم حالت فیگورها رو خیلی تأثیر گرفته، به خصوص توی این کار سیرک. فیگورها خیلی وامدار اون سنت رومی هستن. خلاصه این فیگورهای نقاشی های سورا نشوندهنده علاقهش به فرمهای باستانیه، یونانی، رومی و حتی نقش برجسته های مصری. این کار هم همینطور، فیگورهایی که دارید میبینید، رقصنده هایی که دارن میرقصن، نوازنده هایی که این پایین دارن ساز میزنن، نوع ترکیب بندی، نوع فیگورها و حالا پوینتیلیزم چه شکلیه؟ من زوم کنم میبینید نقطه های رنگیه که کنار هم قرار گرفته. پوینتیلیزم این شکلیه، یعنی شما خیلی نزدیک شی به تابلوی سورا میبینی همش نقطه نقطه های رنگی کنار هم. روشی که سورا برای کارش انتخاب کرده بوده روش بسیار پرزحمتی بوده، خیلی طول میکشیده. رویکرد سزان نسبت به واقعیت و طبیعت منعطف‌تر از سوراست. معنیش این نیست که آسون‌تر میگیره کار رو. منعطف‌تر یعنی تجربه های بیشتری انجام داده. با پیسارو خیلی رابطه داشته سزان، خیلی دوست بودن. امپرسیونیست ها سزان رو قبول داشتن، کارهاش رو میپذیرفتن. تو همون اولین نمایشگاه امپرسیونیست ها هم چهره شاخصی بوده. رنوار کارهاش رو میخریده، مانه کارهاش رو میخریده، طرفدارش بودن، اصلا کارهاش رو میپسندیدن، برخلاف سورا. سورا دو طیف موافق و مخالف داشته ولی سزان اینجوری نبوده. از همون 1875 این مجموعه حمام رو کار کرده، تعدادشون زیاده، تا آخر عمرش هم اینا رو ادامه داده. ترکیب بندی هایی که توی این کار به خصوص این مجموعه میبینید نشوندهنده علاقه سزان به کلاسیسیزمه و خودش یه جمله معروف داره که اینو خیلی خوب توضیح میده. پسن با برداشت از طبیعت، یعنی تو فرم پسن باشه ولی تو موضوع رئالیسم داشته باشه، ناتورالیسم داشته باشه. فرم پسن، برداشت از طبیعت، چیزی بوده که سزان دنبالش بوده، یعنی میخواسته بره تو فرم، تو ترکیب بندی به کلاسیک نزدیک بشه ولی میخواسته تو محتوا، توی ناتورالیزم باقی بمونه. در واقع تکرار پسن از روی طبیعت، نه از روی موضوعاتی که خود پسن نقاشی میکرده. نقاشی های منظره‌ای که کشیده مثل این کوه سنت ویکتور دیدگاهش رو بهتر نشون میدن. این کوه، حالا عکس هایی که از این زاویه خیلی ها گرفتن یا توصیف هایی که از این نقاشی میکنن، این کوه به این بزرگی نیست، اما اینجا تو این نقاشی مسلطه روی منظره. این تسلطه از کجا میاد؟ این تسلطه مال ذهن سزانه، تو کله سزان بوده. وقتی میگه به طبیعت فکر میکنم، دارم راجع به طبیعت مطالعه میکنم، یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه اون تأثیر و اون برداشت و اون حالت رو توی ذهنش هی بازآفرینی بکنه و این تسلطه از اون بازآفرینیه توی ذهن میاد. یعنی چی؟ یعنی این تسلط کوه روی این منظره تو ذهن سزانه که کوه روی این منظره مسلطه. این کوه ممکنه اینقدر بزرگ نباشه، تو دریاچه آنسی هم همینه،
کلبه هایی که اون ور دریاچن همه میگن به این بزرگی نیستن، اما تو ذهن سزان اینا بزرگ بودن. تخیل نکرده اهمیت این باعث شده که تو فرمم بزرگ بشه، اهمیتش توی منظره‌ای که میدیده، کلبه‌ای که اون ور دریاچه بوده اهمیتی داشته که باعث میشده بزرگ بشه. این میشده همون چیزی که میبینه. تو منظره های سزان نوع استفاده از قلم و نزدیک شدن به فرم های هندسی یه ذره از مرز رئالیسم جداش میکنه، حتی از جریان بعدی خودش هم که اکسپرسیونیسم باشه جدا میشه. سزان روی کوبیسم تأثیر گذاشته. اصلا ایده کوبیسم از روی نامه ها و حرف ها و ایده های سزان اومده. خیلی نقاش تاثیرگذاری بوده به خاطر اینکه روی فرم خیلی کار کرده و تجربیاتش رو نقاش های بعد از خودش خیلی استفاده کردن ازش. یه سری نامه نگاری داره با امیل برنار. امیل برنار نقاش بوده، روزنامه نویس هم بوده. یه سری نامه‌نگاری با سزان داره. یه بخش‌هاییش از 1904 تا 1906 رو من علامت زدم بخونم. دیدگاهش رو خوب توضیح میده. به خاطر همین من از روش میخوام بخونم. چون که دیدگاهش رو خیلی دقیق و شفاف داره میگه. البته من همه یه نامه رو نمیخونم. فقط اون جاهایی که داره راجع به فرم و ارتباط فرم با احساسش صحبت میکنه. فقط اون تیکه رو میخونم. همه نامه رو نمیخونم، در واقع همه نامه ها رو نمیخونم، فقط اون تیکه هایی که داره راجع به فرم و ارتباط فرم با احساسش حرف میزنه میخونم. 1904، 15 آوریل. از ابراز همدلی گرم و هنرمندانه شما از راه نامه این همه محبت آمیز بسیار متشکرم. دلم می‌خواهد آنچه را که قبلاً گفته بودم دوباره در اینجا تکرار کنم. طبیعت را با ترسیم انواع استوانه، کره، مخروط و هر حجم هندسی دیگر در دورنمایی مناسب نشان دهید. به نحوی که هر یک از اضلاع این اشیا یا سطوح مستقیماً رو به مرکز باشد. خطوط موازی با افق پهنا را می‌نمایانند. مقطعی از طبیعت یا به عبارت بهتر مقطعی از نمایشی که پدر قاهر متعالمان خداوند در پیش چشممان گسترده است. خطوط عمود بر افق عمق را می نمایانند، ولی طبیعت از نظر ما انسانها بیشتر عمق است تا سطح. به همین دلیل است که لابلای شعاعهای سبک نور که با رنگهای قرمز و زرد کشیده می شوند مقدار مناسبی رنگمایه آبی می زنم تا احساس هوای آزاد به وجود آید. داره توضیح میده چجوری یه منظره رو بازنمایی میکنه. اولا میگه فرمها رو نزدیک میکنه به فرمهای هندسی، استوانه، مخروط، کره. بعد میگه خطوط افقی در واقع پهنه رو نشون میدن، خطوط عمودی عمق رو نشون میدن، ولی میگه برای ما توی طبیعت عمق مهمتره. به خاطر همین وقتی میخوام نور رو بکشم بین زرد و قرمزی که استفاده میکنم برای نور رگه هایی از آبی هم استفاده میکنم که حس هوای آزاد رو منتقل کنه. 12 می 1904، حالا بقیه نامه رو نمیخونم دیگه، رو از اینجاش میخونم. باید بگویم که مشغله زیاد و سن بالا علت اصلی تأخیر در پاسخگویی به نامه شما بوده است. در نامه اخیرتان با ذکر عناوین آن همه متنوع حسابی مایه سرگرمی و رضایت خاطر من شدید. هرچند که همه آن مطالب راجع به هنر بود، ولی نمیتوانم همه تغییرات و پیشرفت‌های آن را پی بگیرم. امیل برنار تغییرات و تحولات روز رو توی نامه به سزان میگفته، فلانی این کارو کرد، چون روزنامه نویس بوده، توی یه روزنامه مشهوری همون زمان کار میکرده، به خاطر همین
مطلع بوده. خودش هم نقاش ماهری بوده امیل برنار. روزنامه اسمش اکسیدنته. اکسیدنت یا اکسیدان در برابر اورینت استفاده می شده. اکسیدنت هر چیزی، حالا خود کلمه شو، هر چیزی در فرهنگ غرب، فرهنگ و هنر غرب. الان دیگه این کلمه استفاده نمیشه. این در برابر اورینت استفاده میشده. زمان یونان، یونان میشده اورینت، لاتین میشده اکسیدنت. آره دیگه میشده اون. زمان روم شرقی و بیزانس، بیزانس میشده اورینت، روم غربی میشده اکسیدنت. تو دوره معاصر ادوارد سعید اورینتو برای کشورهای عربی استعمار شده استفاده کرد و یه واژه اورینتالیسم رو در آورد که یه دیدگاه فرهنگی از سمت غرب راجع به هنر و فرهنگ شرق بود و کلی راجبش نقد کرد. اورینت هنوز استفاده میشه به واسطه همین ادوارد سعید و اینا، ولی اکسیدنت دیگه نه. بفرمایید، خواهش میکنم، راحت بشید. اسم مجله اینا اکسیدنت بوده یا اکسیدان. کارم خیلی کند پیش می رود چون طبیعت خود را به شیوه های پیچیده به من می نمایاند و روند لازم آن پایانی ندارد. باید به الگو نگاه کرد و خیلی دقیق حالت های آن را حس کرد و در این حال احساس خود را به نحوی کاملا متمایز و با قدرت هرچه تمامتر بیان کرد. ذوق بهترین داور است، خیلی هم کمیاب است. ذوق خیلی هم کمیاب است. ذوق و طبع هنری در افراد بسیار بسیار معدودی یافت می شود. یعنی معیار سنجشش هم ذوقه. هنرمند باید هر نوع داوری را که مبتنی بر مشاهده هوشمندانه خصوصیات نیست دور بیاندازد. هنرمند باید از طبع ادبی که در اغلب موارد نقاش را از مسیر واقعی خود دور می کند برحذر باشد. منظورش اینه که توصیفات شاعرانه خیلی حکیمانه راجع به آثار، این باعث میشه نقاش از اون هدف اصلیش دور بشه که فهم این طبیعته. منظورم از طبع ادبی مطالعه دقیق و جزء به جزء طبیعت و غرق شدن در تأملات معنوی و غیر ملموس است. یه چیزایی که ماورایی رو ولش کن، اینا عارفانه، اینا رو بذار کنار، طبیعت رو ببین. اونجا هم که میگه فرمای هندسی، به فرمای هندسی هم نزدیک شو، ببین حالا چه نتیجه میگیری. 26 می 1904. دوباره به طور کلی با نظر شما که قصد بست و تشریح آن را در مقاله بعدیتان برای نشریه اکسیدان دارید موافقم، ولی هنوز هم سر حرف خودم هستم و میگویم که نقاشان باید خود را تمام و کمال وقف شناخت طبیعت کنند و بکوشند تا تصویرهایی بیافرینند که آموزنده باشد. حرف زدن درباره هنر همیشه بیفایده بوده است. یعنی به دیدگاه آقای سزان، ما که اومدیم اینجا راجع به هنر حرف میزنیم داریم غاز میچنیم. ولی منظورش رو فکر کنم میفهمید. منظورش اینه که این حرف زدنها نتیجه ازش بیرون نمیاد، باید کار، باید بشینی کار کنی. آره، ولی ما تو کلاسمون اینا رو میگیم به این امیده که شما علاقمند بشی و بری کار کنی. پیشرفتی که هر کس در حرفه خود بدان نائل میشود به خوبی جبران کننده درک نشدن وی از سوی ابلهان جامعه است. اهل قلم افکار خیش را به صورت انتزاعی بیان میکنند، در حالی که نقاش به کمک طرح و رنگ شکلی عینی و ملموس به احساسات و ادراک خود میدهد. پس این عینی بودن و ملموس بودن مهم شد. بفهم. همین الان نشریه اکسیدان به دستم رسید. فقط می توانم از بابت آنچه راجع به من نوشتید از شما تشکر کنم. متاسفم که هر دو متفق الرأی نیستیم، ولی شخصا ترجیح می دهم که نظراتم صرفا زمانی که منطبق با طبیعت و واقعیت است صحیح بنماید. انگر علارغم سبک و هوادارانش نقاشی بسیار معمولی و پیش پا افتاده است. ژان آگوست دومینیک انگر رو میگه، استاد ادگار دگا، یکی از قوی ترین کلاسیکای فرانسه است.
میگه نقاشی پیش پا افتاده و معمولیه. در برابر کی میگه؟ بزرگان که شما باید آنان را بهتر از من بشناسید ونیزی و اسپانیایی هستند. بمونید اینو بخونم، خیلی کمش مونده. برای پیشرفت فقط باید به طبیعت توجه کرد و چشم را بر اثر آشنایی و پیوند بیشتر با آن تربیت کرد. از طریق مشاهده و کار زیاد دیدگاهتان همسو و همجهت با طبیعت می شود. منظورم این است که در یک پرتقال، یک سیب، یک توپ و خلاصه در همه چیز نقطه اوجی وجود دارد و این نقطه به رغم تلاش های فراوان، تمهیدات نور و سایه، به کارگیری رنگ های لطیف و احساس برانگیز، همیشه نزدیکترین نقطه به چشم ماست. لبه های اشیا به طرف مرکزی در افق کشیده می شوند. حتی با استعداد و طبعی ضعیف و کم مایه نیز می توان نقاشی کرد و بسیاری از حالت های نقاشان را فهمید. می توان بسیار کارهای خوب خلق کرد بدون اینکه ترکیب شناس یا رنگ پرداز خیلی ماهری بود. فقط کافی است که حس و درک هنری داشته باشیم. منتقد هنری نباشید، نقاشی کنید. تنها راه رهایی همین است.